سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از هنرمندان و ورزشکارانی که توی این روزهای اخیر ممنوع الخروج شدن. با ما همراه باشید. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. همونطور که میدونین طی روزهای اخیر هموطنانمون برای دستیابی به خواسته هاشون جونشون رو کف دستشون گذاشتن و به خیابون ها رفتن. این اعتراضات سراسری مردم باعث شد که تعداد زیادی از هنرمندان، ورزشکاران و افراد دیگه به صف مردمی بپیوندند و در کنار مردم قرار بگیرند، که خب طبق معمول حکومت هم در مقابل اونها ساکت نمونده. تعداد زیادی بازداشت شدن، تهدید شدن و تعدادی هم ممنوع الخروج شدن و پاسپورت هاشون توقیف شده. آقای حمید فرخ‌نژاد یکی از اون بازیگرهاییه که پاسپورتش توقیف شده و ممنوع الخروج شده. ایشون نوشته دوبار احضار، 10 ساعت بازجویی و ممنوع الخروجی از کشور، فقط برای اینکه به هم ثابت کنن اشتباه کردم که گفتم نمیشه حتی یک اعتراض مسالمت آمیز کرد. آقای حمید فرخ‌نژاد متولد فروردین 1348، هنرپیشه و فیلمنامه‌نویس سینما، تئاتر و تلویزیونه. ایشون تحصیل کرده رشته کارگردانی تئاتر در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهرانه. فعالیت خودش رو در سینما به عنوان دستیار کارگردان شروع کرد و در سال 69 با بازی در فیلم در کوچه های عشق ساخته خسرو سینایی بازیگری رو در سینما شروع کرد. در سال 78 بازی در فیلم عروس آتش که دومین فیلم کارنامه سینمایش بود باعث درخشش و شهرتش شد. بازی اون توی این فیلم سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد رو در 18مین جشنواره فیلم فجر براش به ارمغان آورد. آقای شهاب حسینی نفر بعدیه که ممنوع الخروج شده. لازم به ذکره که شهاب حسینی بر اساس اعلام مدیر پخش خارجی آثارش جهت حضور بین المللی 3 تا اثر سینمایی نرگس، مقیمان ناکجا و نویسنده مرده است که تهیه کنندگی اونها و کارگردانی 2 اثر از این 3 فیلم را آقای شهاب حسینی به عهده داشتن، از سوی برگزار کنندگان 2 جشنواره خارجی به صورت رسمی برای حضور در مراسم اختتامیه دعوت شده بود که همکنون به جهت اعلام این حکم امکان خروج از کشور رو نداره. آقای شهاب حسینی که اخیراً خبر ازدواج دومشون هم در فضای مجازی به شدت سر و صدا کرده بود، متولد بهمن 52، فیلمساز، مجری و بازیگره. آقای حسینی در سال 87 با بازی در فیلم سوپر استار جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد رو دریافت کرد. ایشون در جشنواره فیلم کن 2016 با ایفای نقش در فیلم فروشنده به کارگردانی اصغر فرهادی تونست جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم کن رو به خودش اختصاص بده. همچنین ایشون خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد جشنواره بین المللی فیلم برلین در سال 2011 رو به همراه گروه بازیگران فیلم جدایی نادر از سیمین کسب کرده. نفر بعدی آقای همایون شجریان و همسرش سحر دولتشاهیه. این خواننده خوب کشورمون که پسر آقای محمد رضا شجریان، استاد بی همتای موسیقی سنتی ایرانیان، چند روز پیش وقتی که از تور کنسرت‌های جهانی خودشون به ایران برگشتن، گذرنامه خودش و همسرش در فرودگاه امام خمینی توقیف شد. همایون شجریان متولد اردیبهشت 54 در تهرانه. در خانواده اهل موسیقی متولد شد. ایشون که فرزند استاد محمد رضا شجریانه، برادر کوچکتر خانم مژگان شجریانه که ایشون هم خواننده سنتیان، از همسر اول خودشون خانم گیتا خانساری جدا شدن، 1 دختر به نام یاسمین دارن و بعد از جدایی از همسر اول خودشون در چند سال اخیر با خانم سحر دولتشاهی بازیگر سینما و تلویزیون ازدواج کردن.
آقای مهران مدیری هنرمند دیگه‌ای هستند که توی این روزها ممنوع خروجیشون اعلام شده. ایشون که در اوایل اعتراضات خبر خروجشون از کشور به گوش رسید، بعد از اون در طی خبرها شنیدیم که به کشور برگشتن، بازداشت شدن و حالا هم خبر ممنوع خروجیشون رو شنیدیم. آقای مهران مدیری متولد فروردین 1346، کارگردان، بازیگر، تهیه کننده، خواننده و مجری ایرانی هستند. ایشون توی مجله نیوزویک توی مقاله‌ای به عنوان 20 مرد قدرتمند سال 2009 میلادی شناخته شدند. آقای مدیری 10 برنده جایزه حافظ شده و رکورد بیشترین جوایز رو در بین کسایی که برنده جایزه حافظ شدن به دست آورده. اون برای بازی در فیلم همیشه پای یک زن در میان است نامزد دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شده. آقای مدیری که ما بیشتر ایشون رو با کارهای طنزشون میشناسیم، در همین اواخر در شبکه نسیم در صدا و سیمای ایران با برنامه دور همی بسیار خوب درخشیدن. نفر بعدی آقای پیمان قاسم خانیه. همسرشون خانم میترا ابراهیمی با انتشار یک استوری در اینستاگرامش خبر از توقیف پاسپورت پیمان قاسمخانی داد. ایشون در این استوری نوشت در روز پنجشنبه پاسپورت پیمان قاسمخانی در فرودگاه امام خمینی توقیف شده. آقای پیمان قاسمخانی متولد دی ماه 1344، فیلم نامه‌نویس و بازیگره. پیمان قاسمخانی در اکثر ساخته‌های مهران مدیری به عنوان نویسنده و یا سرپرست نویسندگان حضور داشته. ایشون که از همسر اولش خانم بهاره رهنما جدا شده، به تازگی با خانم میترا ابراهیمی ازدواج کرده. ایشون همچنین برادر مهراب قاسمخانی، فیلمنامه‌نویس و طراح صحنه و لباسه. آقای هومن سیدی، بازیگر، کارگردان و تهیه کننده سینما که دیشب خبر ممنوع خروجیشون و توقیف پاسپورتشون در فرودگاه به گوش رسید. آخرین فیلم آقای هومن سیدی به نام جنگ جهانی سوم به عنوان نماینده رسمی سینمای ایران برای حضور در 95 دوره جوایز اسکار معرفی شده. جنگ جهانی سوم در 79 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز موفق شد 2 در بخش افق از جمله بهترین فیلم برای آقای سیدی و بهترین بازیگر مرد رو برای محسن تنابنده به ارمغان بیاره. آقای هومن سیدی بازیگر و فیلمساز ایرانی متولد آذر 59. بعد از حضور در چند فیلم از جمله چهارشنبه سوری و یک وجب از آسمان، اون نخستین فیلمش به نام آفریقا رو کارگردانی کرد و ایشون برای فیلم خشم و هیاهو جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم فجر رو کسب کرد. فیلم مغزهای کوچک زنگ زده به نویسندگی هومن سیدی سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه رو کسب کرد. نفر بعدی آقای علی دایی، اسطوره فوتبال ایرانه که اخیراً در سفری شخصی به ایران برگشت، در فرودگاه امام خمینی پاسپورتش توقیف شد. حالا و بعد از چند روز این اسطوره فوتبال ایران بعد از بازگردوندن پاسپورتش گفته بعد از بازگشت از سفر خارجی پاسپورتم در فرودگاه بین‌المللی تهران ضبط شد. در رسیدی که به من دادن آمده بود برای پیگیری پرونده باید به دادستان عمومی و انقلاب تهران مراجعه کنم، اما توقیف گذرنامه مسئله مهمی برای من نبود و نیست. به همین خاطر به جایی هم مراجعه نکردم و مسئولان بعد از 2-3 اون رو به من برگردوندن. این ستاره فوتبال در ادامه گفته متاسفانه هیچ وقت نفهمیدم چرا پاسپورت من رو گرفتن و بعد از این بی احترامی اون رو به من برگردوندن. این از نظر قانونی واقعا چه معنی داره؟ آقای علی دایی متولد بهمن 1348، بازیکن فوتبال بازنشسته تیم ملی ایران و باشگاه پرسپولیس که علاوه بر بازی در لیگ برتر ایران، سابقه حضور در لیگ‌های ستارگان قطر، امارات و بوندسلیگای آلمان رو هم در کارنامه‌اش داره. ایشون اکنون مربی فوتبال، تجارت پیشه، کارآفرین و بنیانگذار و مدیرعامل شرکت پوشاک ورزشی دایی هستند. مرسی از اینکه تا این لحظه مثل همیشه با ما همراه بودین. لطفاً نظرات خودتون رو زیر همین ویدیو با ما به اشتراک بذارید.